دختری دانا در کدام یک زمانه، در کدام یک مکانه بود نبود، یک پادشاه بود و یک وزیر. وزیر دختری نازنینه داشت. پادشاه بار او را دید و عاشق شد. عاشق شد و صبر و طاقت از دست داد. بسیار سعی کرد، خود را به دست گرفته نتوانست. نایلاج به خانه وزیر خواستگار فرستاد. خواستگاران آمدند و به وزیر گفتند: پادشاه عالم می خواهند داماد شما باشند. مبارک باد این شرف بزرگ شما را. وزیر حیران شد و زیق شد و به خود پیچید. آخر سین پادشاه به 70 رسیده و دختری او 9 به سین 16 قدم مانده. از روی عدالت نیست که دختری 16 سالش را به پیر 70 ساله دهد. دختر پدرش را غمگین و هراسان دیده گفت: ای پدری بزرگوار، شما را سرخم و غمگین میبینم، سبب چیست؟ وزیر آی سرد از دل پردرد کشیده گفت: زمین سخت و آسمان بلند دخترم، مشکلی به سرم آمد، نمیدانم چی کار کنم. چی مشکل؟ پرسید دختر. گپ زنید پدر، هر درد دوای دارد و هر مشکل علاجه. وزیر گفت: پادشاه عقلش را خورده است، می خواهد تو را بزنی گیرد؟ دختر گفت: خاطر جمع باشید، به خواستگاران پادشاه گویید که پیش من بیایند. وزیر پیش پادشاه رفته خواهش دخترش را به او رساند. پادشاه قبول کرد. خواستگارها به پیش دختر آمدند. دختر گفت: می خواهم قلینم را بگویم. قلین من 20 گرگ، 30 بقه، 60 گاو پیر، 70 دانه غوزه پخته. این قلین به نظر خواستگارا هیچ نمود. آنها شادی کنان پیش پادشاه آمده گفتند که دختر راضی شد و قلین دختر را یک یک نامبر کردند. پادشاه خواستگاران را جواب داد و خود به اندیشه رفت. هرچی نباشد او پادشاه. مردی کهنسال روزگار دیده بود. فهمید که دختر به او جواب تلخی گفته است. جوانی 20 ساله مثل گور خوشیار و چقان و چالاک و ناترس می شود. جوان مردی 30 ساله و مثل بقه مست است. مردی که به 60 قدم ماند مثل گاوی پیر بی پروا بوده، همین که به 70 رسید پخته بر این بی حال می شود. پادشاه از گفته دختر همین معنی را برآورد و آتشین شده و پسرش را به پیشش خوانده گفت: پسرم، دختری وزیر در حق من تحقیر جانگداز را روا دید. می خواهم که از این دختری شتاهی بی اندیشه انتقام مرا گیرید. پس از سر من او را به بازر بخر و با شمشیر زده کش. من تنها بعد آن که از این دختر نقار می گیری می توانم آرام در گور بخوابم. هفتاد و افتاد می گویند. بعد چند وقت پادشاه از جهان چشم پوشید و پسر به تخت نشست. پیش از همه التماس پدر را اجرا کردنی شده به نزد وزیر خواستگار فرستاد. وزیر باز به تهلکه افتاد. وی می دانست که شاهزاده چی نیتی در دل دارد. وزیر به دخترش گفت: شوربخت بوده ای دخترم، خطرناک است خواستگاری پادشاه، او تو را نابود کردن می خواهد. تو فرزند یکی و یگانه من، اگر به تو آسیبی برسد من به مرگم رضا می شوم. غم نخورید پدر، گفت دختر، من می دانم چی کار کنم. به پادشاه گوید که اسباب توی را تیار کند. خیر، وزیر پیش پادشاه رفت و گفت که دخترش راضی توی پیش گیرد. پادشاه در فکر تشکیل توی شد. دختری وزیر باشد در فکر سلامت بردن جانش. به واسطه دوگانه های قرینش استای چوب تراش را به خانهشان آورده فرمود که از چوب هیکل بیتراشد که به اون مانند باشد. چون این هیکل آماده شد، به آن لباس عروسی پوشانیدند و شب نکاح از دو بازویش داشته برده به پس چملی شیناندند. بعد داماد پادشاه را به پیش عروسش در آورده. پادشاه در آمدن زمان با شمشیر به سری دختری وزیر زد. سر دو پاره شد و به زمین افتاد. پادشاه این حال را دیده از دل گذران که نابود کردن دختر کاری آسان نیست. دختری زیرک است و قادر است هر دفعه خود را خلاص کند. در سر این فکر به آن سبب که وصیت پدرش را اجرا کرده نمی تواند
و این چنین به سبب خاک کرده خوردن تیرش سخت غمگین شد. دختر او را استوکارانه مسخره کرد. برای این دختر باید جزایش را بیند. پادشاه پگاهی خیسته و دختری وزیر نامه نوشت. نوشت که برای وی چند سال از پایتخت برآمده می رود. تا برگشتن من پسر میزایی که صد اندر صد به من مانند باشد. یک صندوق را به طلا پر کرده و قلفش مهر زده می رود. از آن طرز طلا بگیر که مهر به جا نشود و ضرر نبیند. یک بیتل و یک ماده سگ را به اختیارت مانده می روم. کاری میکنی آنها بیزایند و تایچه ی سگچه صد اندر صد به مادرشان مانند باشد. برگشته بینم که فرموده های مرا اجرا نکردی سر از تن جدا میکنم. دختر برابری به دستش رسیدن نامه رخت سفر بس و به کسی نفهمانده بیتل و ماده سگی به اختیار امانده پادشاه را به خود گرفته از شهر برآمده رفت. او زیرک بود. تخمین کرد که پادشاه به استراحتگاه پدرش رفته. مشغول شکار و عیش و عشرت شده. اثر ضربه او را از دلش برآوردن می خواهد. رفت در شفت استراحتگاه سبز و خرم که از آنجا خانش مرغان خوشیلهان شب و روز در گوش و نسیم مشکامیز به مشام می رسید چادر زد. پادشاه آمده قطار چادرهای رنگارنگی در شفت استراحتگاه پدرش پیدا شده را دیده شورید و به ندایمانش گفت روید بینید که جرأت کرده به اجازت من خیمه برداشته است. دختر ندیمان پادشاه را با عزت و اکرام پیشواز گرفته با آنها گفت من دختری اسماپری هستم. اینجا از پسی کوه قاف آمدم. اگر پادشاه معظم زید نباشند در این منزل خوشاب و هوا دو سه روز استراحت کرده می روم. ندیمان پادشاه برگشته این گبر را به پادشاه گفتند و سخنان یک دیگر را بریده با شفق و هیجان دختر را صفت کردند. ما پری را دیدیم. گمان است که یگان فرزند آدمی در حسن و ملاحت شبیه او باشد. چون این تعریف و تفسیر را شنویده پادشاه مفتون شد و او را شفق دیدن دختر بالا گرفت. او از بالای هفت قبط کرپچه ملایم و دخاب شاهی برخواسته به سوی خیمه های دختر اسماپری اسبران. دختر به پیشوازش آمد. پادشاه او را دیده قریب بود که از هوش رود. خود را به زور نگاه داشته دختر را حال پرسید. دختر او را به خیمه و سر دسترخوان تکلیف نمود. هر دو خیلی وقت چخچخ کرده نشستند. بعد دختر قوطی شاهمات شطرنج را برآورده پیش پادشاه گذاشت. پادشاه از کودکی این بازی را دوست می داشت و در این بازی اکثریتی در بایریان را می برید. وی خرسند شده قوطی را کشد. دانه ها را چینده تیار کرد. خوش پادشاه بزرگوار گفت دختر بچی بازی می کنی؟ هرچی دل شما خواهد گفت پادشاه. با اسبایمان گفت دختر اگر شما برید اسب مرا می گیرید. اگر من برم اسب شما را. پادشاه راضی شد. دختر بازی را برد. اسب من از آن شما گفت پادشاه. دختر اسب را گرفته به ندیمانش فرمود که به بیتلش ماند. دیری نگذشته بیتل از اسب پادشاه حامله شد. روزی دیگر دختر و پادشاه باز بعد ضیافت و چخچخ صحبت دلانگیز به سر شطرنج نشستند. این دفعه به چی بازی میکنیم؟ پرسید پادشاه. به تازی شکاری اما جواب داد دختر. پادشاه راضی شد. دختر باز برید و تازه پادشاه را گرفته به ندیمانش فرمود که به ماده سگ بمانند. با همین طریق ماده سگ هم حامله شد. پادشاه را طاقت جدایی از دختر نمانده بود. روزی دیگر باز به خیمه دختر آمد. بعدی تعام و کلان پادشاه شدران را به میان گذاشته گفت اکنون می خواهم که من برای بریدن تو بیبازم. اگر برم تو از آن من. اگر تو بری من از آن تو. دختر گفت به این شرط پگاه می بازیم. امروز من می خواهم برای مهر پادشاهی بیبازم. دختر برید و به ندیمانش فرمود که رفته صندوق را کشایند و تلویش را گرفته بعد پوشیده به قلف سرخوش ریخته برای قلف مهر زند. فرمان او اجرا شد. روز دیگر پادشاه دختر را بریده و شادی و تنتنه گفت تو اکنون از آن من. حق دارم با تو هر چی خواهم کنم. حق دارید گفت دختر. ملا بیاورید ما را نکاح کنم. من زن شما. بعد نکاح دختر اسب تازی و مهر پادشاهی را برگردانیده گفت من که زن شما شدم این چیزها هم از آن شما. چند روز دختر و پادشاه شاد و خورم زندگی کردند و یک پگاهی باشد از خوابی راحت خسته دید که زنش تر پهلویش نیست.
به استراف افتاد و به وزیران و عسکرانش فرمود که چهار طرف را کوبند و زنش را یابند. اگر نیابید سر از تنتان جدا میکنم. در حالت استراف تهدید کرد پادشاه. به چهار طرف افس براندند. جای نمان که نرفته، محل نمان که نکافته مانده باشند. نشانی از دختر نیافتند. پادشاه نمیدانست چه کار کند. او را نه رغبتی به زندگی ماند و نه شوقی به پادشاهی. خواز یک میگم. داد و ویلا گفته، سینه برهنه کرده، روز تا شب، شب تا روز به خاک سر پخش نمانده میخوابید. نه سخنی شنیدن میخواست و نه با کسی گپ زدن. وزیران و ندیمانش جمع شده مصلحت کرده دوای درد او را نیافتند. دختر پری بود. مقرر و با شیشگاه قوم پریها و پس کوه قاف رفته است. می گفت یکی شنیده ایم که در این عالم کوهی با این نام وجود دارد. ولی کسی را ندیده ایم که اینجا را دیده باشه. می گفت دیگری عادت پریان همین است. ناگاه پیدا شدن و ناگاه غیب زدن. بهتر بود که پادشاه با پریزاد سر و سودا نداشته باشد. می گفت سومی. خلاصه درد پادشاه را دوای پیدا نشد. یک ماه گذشت، دو ماه گذشت، یک سال گذشت، دو سال گذشت. پادشاه مجبور شد به تقدیرش تن داده و بر بارگاهش برگرده. بسوی پایتخت مملکت از میراند و نامه خود را به دختر وزیر به خاطر می آورد. دختری خیره و بیرو، البته یگان شرط او را اجرا نکرده است. نه پسر زایده است، نه بیتل و مادسگ را زاینده است. اگر زایده و زاینده باشد هم موافق گفته اونی. تلا را هم یقیناً مه را از جوش بیجا نکرده گرفته نتوانسته است. در این حال به من پادشاه مملکت که او را نگاه کرده گرفته بودم چه می گفته باشد؟ دختری وزیر باشد همان وقت به شهر برگشته با دل بیغم و خاطر جمع زندگی کرده گشت. نه ماه و نه روز گذشت و پسر تولد کرد. پسرچه رفته رفته چون سیب دوکفان شبیه پادشاه شد. بایتال تایچه و ماده سگ سگچه های زیاد که بس بی پادشاه سگی تازی او مثل دو قطره و مانند بودن. با بارگاه خبری آمد آمدی پادشاه رسید. ندیمانش پیشواز برآمده با او خبری خوش رساندن. چی میگوید که از زنتان یک پسر شد. خودی خودتان برین. از خودتان کمی ندارد. بایتالتان یک تای کرد که از اسبتان زیاد است که کم نه. باز یک سکچه شد که از همین توضیحتان هیچ ماندنی نداره. پادشاه حیران شده گفت. ای احمق ها من در اینجا بودم و در اینجا من بر این پسر می شود مگر. اسبی من در آنجا بود و در اینجا اسبی من بر این تای می شود. سگی من در آنجا بود و در اینجا سگی من بر این سگ می شود. گفتن. خواه باور کنید خواه نه همین خیل شد. آمده دید که همه این گفه روز حیران شده پیش دختری وزیر رفت. دید که همان پریزاد دختری اسما پری. پادشاه آنقدر شاد شد که با گفتن سخن کمی و زبان عاجزی میکند. پیش زنش به زانو شسته عذر خواسته. ای درد و بلایت به جانم زنن. من به گپ پدرم در آمده قریب بود که خونی تو را ناحق بریزم. جان و مالم هرچی دارم نیساری تو. گفت و زنش را به کنار گرفت. زنش او را باز داشته گفت شما گناه خود را اقرار کردید. هر کس را اگر حتی پادشاه باشد ضرور است که اگر گناه از او صادر شده باشد توبه کند. توبه کردم گفت پادشاه. من تمام عمر از دل و جان خدمت میکنم. هم قرضم را پیش تو ادا کرده نمیتوانم. من تو را از لحظه اول دوست داشتم و باور دارم که محبتم هیچگاه سست نخواهد شد. آفرین به تو. تو با من فهمانیدی که چه قدره و لحظه و لذت دارد عشق. من فهمیدم که پیش نشعه عشق پادشاهی حکمرانی با مردم هیچ بوده است. دختری وزیر بعد شنیدن این سخنان به شوهرش باور کرد و هر دو تا زمانی که در دنیا بودند از دیدار یکدیگر بهره برداشته یکدیگر را عزت و حرمت کرده خوش و خرم زندگی کردند. ما دوستان عزیز برای گوش کردنتون با ما باشید.